تیک در واشنگتن در پاسخ به سوالات خبرنگاران و یک تعداد از مقامات عالی رتبه ایالات متحده ای امریکا پاسخ گفت. آقای غنی در پاسخ به سوال در مورد احتمال ایجاد دولت موقت و کنارگیری از قدرت گفت بزرگترین اشتباه دکتر نجیب الله در جریان مذاکرات با مجاهدین این بود که اعلام کرد استعفا می کند. ما این فیلم را یک بار دیدیم، نمی خواهیم تکرار آن را ببینیم. آقای غنی در این ویدیو کنفرانس گفت بزرگترین اشتباه دکتر نجیب الله این بود که اعلام کرد که استعفا می کند. توجه کنید به متن کامل این گزارش جالب. آقای غنی در این ویدیو کنفرانس همچنان به سوالات دیوید پتریوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA، نماینده کنگرس ایالات متحده و روزنامه نگاران امریکایی پاسخ داد. در مورد زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی دولت افغانستان با جانب طالبان آقای غنی گفت هفته آینده مکان و زمان مذاکرات بین الافغانی اعلام می شود. او با وجود که تأکید کرد که اکنون حکومت دوسره وجود ندارد، اما گفت که با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با گونه مشترک و از نزدیک در روند صلح کار میکند. آقای غنی درباره تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها در مذاکرات پیشروی صلح با طالبان نیز اشاره نموده و گفت در نهایت این مردم افغانستان است که باید توافقنامه را مورد تایید قرار دهند. او تاکید کرد که ما یک جامعه باز هستیم و بویژه در عصر فیسبوک. آقای غنی وعده داد که به زودی دو خانم دیگران نیز در کابینه معرفی خواهد کرد و گفت که در کابینه جدید 4 وزیر زن خواهیم داشت. رئیس جمهور افغانستان گفت تا کنون 3000 زندانی طالبان آزاد شده و یک هیئت طالبان در کابل بر روند رهایی آنان نظارت دارد. او افزود که 2000 زندانی باقی مانده طالبان نیز در آینده نزدیک آزاد می شوند. او درباره نظامیان دولتی که هنوز در بند طالبان هستند ابراز نگرانی کرد و گفت که آنها به طور کامل آزاد نشدند و از طالبان خواست که سرنوشت آنها را روشن کند. ساحل شاهین سخنگوی طالبان در توییتر امروز نوشته که جریان رهایی زندانیان پیشرفت خوبی داشته و ما آن را قدم مثبت میپنداریم، ولی طبق توافقنامه دوحه باید تمام 5000 زندانی ما رها شوند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی مساعد شود. آقای شاهین افزوده که وقتی که پروسه رهایی 5000 زندانی امارات اسلامی مطابق فهرست تکمیل شد، گروه طالبان در مدت یک هفته برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آمادگی خواهد داشت. آقای غنی درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خروج نظامیان این کشور از افغانستان نیز گفت که این یک تصمیم داخلی آمریکاست و ما در هر صورت قدردان فداکاری نظامیان هستیم که جانهایشان را در افغانستان از دست دادند. آقای غنی گفت ما درباره سناریوهای آینده با جانب آمریکایی بحث داشته ایم. ما درباره ماهیت تهدیدها نیز باید گفتگوهای دوامدار با آمریکا داشته باشیم که آیا تهدیدها برطرف شده اند یا نه. درباره پاکستان و کشورهای منطقه نیز آقای غنی گفت که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. اما افغانستان خواهان بازگشت به دوره تاریخی یا تاریخی است که نقطه اتصال در منطقه بود. او درباره پاکستان نیست که دو روز از سفر رئیس ستاد ارتش یا لوی درستیز این کشور به کابل میگذارد گفت که ما به نزدیکترین مناسبات با پاکستان رسیده ایم. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی.